گروه های حراس افغان را برای هدف قرار دادن این پروژه از سوی پاکستان الان به مردم افغانستان رحم نمیکنه. بیاد الان رحم کنه به پروژه به این گندگی. سلام بچه ها، خوش اومدید. سلام برای بچه، خوش اومدید به چنل خودت. اومدی بریم به سراغ یک دن سرویس کنه دیگه واسه پاکستان. اومدی بریم به سراغ ساخت دو بند. آقا اینو بکنیم اونجا پاکستان. آقا ای اومدیم بریم به بابا چی میگی؟ اومدیم بریم به ببین یه کاری که مثلا یاد آقا میخوام بریم ببینیم آقا چند آقا دو تا بند ساخته شده تو افغانستان روی کجا؟ روی دریای کنر و قرار پس از 40 سال از ممانعت و اون مقاومت پاکستان افغانستان رها بشه و خودش حرکتی بزنه. بابا گور بابات گفتن بیا بچه این اسرائیل دو پاکستان دو دسته پلی‌استیشن رو یادتون باشه که اینو دیدین یعنی این اونجا پاکستان. آقا بس دیگه بریم بچه سراغ ویدیو. دمتون گرم بچه‌ها، این ویدیو از چنل سید جورنال هستش. بچه‌ها بیدم اونجا نگاه بکنید. آره حمایت حمایت که با هم دیگه اونجا بشتم ببینیم که چه خبره. بچه‌ها حتما بیاین نه ویدیو این چنل موزیک ما رو هم سابسکرایب کنید. آره بیاین چنل موزیک هم سابسکرایب کنید بریم سراغ ویدیو. لتس گو. تازه پاکستان چند سال است که مانع تطبیق پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی در ولایت کنر می‌شود. هرچند برای نخستین بار در زمان ریاست رئیس جمهور داوود خان سروی دریای کنر در منطقه سرطاق ولسوالی اسمار صورت گرفته بود که توان تولید بیش از 1000 میگاوات برق. ببین همیشه این افغانستان و پاکستان با هم میگه داستان‌های داشتن و پشت پرده از اون زمانی که بچه سال 1889 بود که انگلیس و اینا آره سمت هندوستان بود. یه ویدیو تلویزیون من داشتم نگاه میکردم، یه فیلم سینمایی که اون موقع تایمی که من در مورد همون چیز بود که انگلیس اومده بود میخواست هندوستان بگیره. از اون موقع اسم افغانستان هست که انگلیس میخواست تجاوز کنه به تو همونجا تو همون فیلم هم میگفت میخواست تجاوز کنه به افغانستان. اصلا کرمشونی اون مرز اگه بدونید ما چون مثلا ویدیوشو ساختیم و اینا اون مرز حالت دست مایتابه میگن اون گوشه افغانستان کوچولو دیورند. خب اون مرز اصلا ساخته شده که بچه‌ها فاصله انداخته بشه بین کلا سمت روسیه و سمت هندوستان. هندوستان از این برم چینو آره چینو جدا کنه. اصلا کاملا پلن انگلیسیاست. اما بعد از کودتای هفت ثور در کشور بعد افغانستان رو کوچیک کرده. یک مرزی خیلی زیاد از پاکستان مال افغانستان اومد سمت این ور. آره اومدن جلوتر. این پروژه حیاتی ناتکمیل ماند و پس از سالها جنگ و ناآرامی همچنان این پروژه عملی نگردید. تا اینکه رئیس جمهور پیشین کشور جناب حامد کرزی با کشور پاکستان در پهلوی مذاکرات سیاسی برخی توافقنامه های پروژه های اقتصادی را نیز امضا کردند که در پهلوی پروژه های دیگر اقتصادی پروژه بازسازی شاهراه تورخم جلال آباد و اعمار خط آهن از پشاور تا جلال آباد و از چمن تا کندهار نیز در آن شامل بود. همچنین در این توافقنامه آمده این حامد کرزی با اینکه مثلا خودش رئیس جمهور نشد همینجوری رو هوا اومدن گفتن داداش من از آمریکا گفتم از تو خوشم میاد برو اونجا حالا وایس چند سال ولی استایلش دوست داشتم حالا کار استایل رئیس جمهوری داشت واقعا. آره بعد خیلی خشن بود تو بعضی چیزا. نه من نه خشن منظور خشنی علاوه گفتاری مثلا خیلی جدی بود دیگه تو کار. بعضی میبینی خیلی لوده هستن به قول خودتون. آره من میتونم بگم دو تا مثلا رئیس جمهورهای تاریخ افغانستان خیلی مثلا یکیش که نجیبه باشم یکی آره دیگه دکتر نجیبه. نه از اون لحاظ نه تو این چند سال اخیر میگم دکتر نجیب که خب مال 50 سال 40 سال پیشه. همون یکی اشرف غنی یکی هم همین حامد کرزی و اشرف غنی دو تا رو من خیلی هم شنیده بودم. پاکستان مشترکاً بالای دریای کنر بندی برق اعمار میکنند. کار این پروژه را پاکستان به پیش میبرد و بعد از تکمیل شدن آن افغانستان در بدل پول به پاکستان برق میدهد. یعنی با عملی شدن این پروژه سود آن نه تنها به ولایات شمالی کشور مخصوصا به کنر میرسد بلکه به کشور همسایه مان پاکستان نیز میرسد. از زمان ابتدا هم دولت و مردم افغانستان از این پروژه استقبال کردند اما به تعهدات پاکستان بدید شک می نگرستند. کنر یعنی ولایت کوهستان یعنی رو هر یه بار انجام میده یه بار انجام این فاد این مودشو عوض میکنه دیگه. یه بار معلوم انجام میده یا نه دیگه معلوم کن دیگه. هی دو دقیقه آره انجام میده دو دقیقه نه نظرم عوض شد دو دقیقه آره من نمیتونم. اگر این بند اعمار شود این ولایت به یک منطقه صنعتی بدل خواهد شد. حاجی باد دیگه کجاست حاجی مال خیلی وقت هم هست خواهد شد بیو. جاهای زیادی برای اعمار بندهای برق در مناطق مختلف کنر
دوست داشتید لبه اون رودخونه دیدی که یه مثلا ویلای توپل داشته؟ توپل نه توپل چی، من یه هفته اونجا کمپ کنم مثلا ویلا نمیخوام. آقا آخر هفته رو جمع بشیم بریم اونجا با بچه ها دور هم بگیم و بخندیم، کمپ کنیم، یه چادر بزنیم، اینا بزنیم. به به دارد بندهای بزرگ در ولسوالی اسمار و مناطق سرطاق اعمار شده میتواند که به اساس معلومات ریاست برشنا حدود 796 میگاوات برق در منطقه شمال و در منطقه سرطاق 1000 میگاوات برق تولید شده میتواند. با آن که سربی پروژه های با این که افغانستان میگم روزخونه، من بازم دارم میگم دریا نداره، یعنی کل دریا هر جا هست همه جواب بریزه پایین. ببین کل این آبا رو جمع کنه فکر کنم یه برای خودش یه اقیانوس کوچولویی میشه. آره واقعا بچه یه چیزی فقط، الان افغانستان الان مشکل برقی داره، مثلا در طول روز مثلا حالا تو به نسبت فصلش ها مثلا برقی قطعی داره، قطعی داره، اینا داره، خیلی قطعی داره دیگه، اینا با این موضوع مشکلاتشون کاملا برطرف میشه دیگه، اون نیازه حداقل برطرف میشه. برق کنه رو دیگه تیلو دیگه چیزا استفاده نکنه. اما به دلیل مداخلات پاکستان کار عملی این پروژه ها تاکنون آغاز نشده است. ایجاد بندهای برق در امتداد دریای کنر سبب کاهش آب در آن سوی خط دیورند میشود. منبعشون راست میگه سبب شده تا پاکستان در برابر پروژه های توسعه‌ای به ویژه بند برق کنر سنگ اندازی کند. حکومت افغانستان درباره کنترل آبهای دریای کنر جدی هست و کار ساخت بند برق کنر نیز به زودی آغاز می شود. حاجی اینا دارن کار میکنن واقعا دیگه؟ آره دارن کار میکنن، ولی کلا خیلی مثل که سنگ افغانستان رو ببین، افغانستان رو مثل میگن که میشه مثلا حساب بکنی کسی که تصادف کرده بود خب اومدن اینو جراح پلاستیک داره میکنه، همه جاش دارن بازسازی میکنن. آره دارن احیاش میکنن قشنگ. دیوارهای استنادی را در اطراف دریای کنر برای حفظ امنیت کنر ساخته است. در حال حاضر در مرکز کنر یک جکشن برق قدیمی وجود دارد که بیش از 300 کیلووات برق تولید میکند. در کنار آن 90% کار بند برق مناکی نیز پیش رفته و سروی بند برق سرخطاق نیز انجام شده، اما کار عملی آن تاکنون آغاز نشده است. این میدونستی که هر چقدر اون ژنراتورهایی که اون بغلش دارن کار میذارن، مثلا اون چیزایی که وسیلهایی که میخواد برق تولید کنه بیاره، مثلا تصفیه یه جور آب میاره از اینجا تا برسه اون برق مصرفی که میخواد تولید کنه، اگر قدیمی باشه مثلا 2300 ولت مثلا درست میکنه، یا مثلا جدید باشی اومینی 1000 تا رسون دیگه. اینا برای اینه که میگه آقا اینا رو با جدید کنی، تازه کنی تا بتونی بیشتر مثلا نیرو بگیری ازش دیگه. و همچنین مطالعات امکان سنجی و دیزاین پروژه ساخت بند کامه به اتمام رسیده است و پس از طی مراحل تدارکاتی کارهای عملی آن آغاز خواهد شد. وزیر انرژی و آب چی دارن یه بند درست میکنن؟ و چقدر بند تو افغانستان، من نمیدونم تو ایران اینقدر ما این صد بند نداریم، نمیدونم فکر نکنم داشته باشیم، مشلو خیلی زیاده دلت بخ... آقا خیلی اهمیت میدن بچه بگیم ببینم عمیق‌ترین دریایی که تو اقیانوس هست دیگه این آره. کجاست، چند مترش رو بگیم ببینم، من میدونم آقا خودم بگیم ببینم، شما میدونی چند متره؟ میرن سرچ میکنن. نه دیگه سرچ نکن دیگه. آره دیگه بگید داخل کامنت بگید ببینم آقا دلی بگید دلار هزینه نیاز دارد که از بودجه دولت پرداخت خواهد شد. والی کنر میگوید کشور همسایه‌مان پاکستان مانی تطبیق این پروژه بزرگ ملی در این ولایت شده و برخی از گروه‌های حراس افغان را برای هدف قرار دادن این پروژه از سوی پاکستان الان به مردم افغانستان رحم نمی‌کنه، بیاد الان رحم کنه به پروژه، به این گندگی انسانیت حالش نیست. الان بیاد اینجا مثلا بیا بریم اونجا کار انجام بدیم با هم. استخبارات پاکستان در کنر گماشته می‌شوند تا جلوی ساخت بند برق‌های بزرگ را در این ولایت من از اون فوبیا دارم و تهدیدات بگیرند. قابل یادآوری هست تو که نمی‌ترسی اونجا 70% برق کش مثلا جلوی صد دیدی الان اون توربین نه آخ دیدی وایساده بود بغلش، من اصلا جرئت نمی‌کنم اصلا باشد. من ببین می‌بینم می‌ترسم. آره بابا می‌بینم من اصلا فوبیا آب دارم. من یک از فامیلای یک از دوستام رفته بود تو چه شنا بکنه، گفته بودن که توربینای زیرش خاموشه. آره. مشکلی نداشه، یهو نگو همون لحظه فعال کردن کشیدنش. آره دیگه هیچ وقت جنازه‌شو پیدا نکردن بچه‌ها. هر ببین توربینی که فکر کن تو توربین هواپیما یکی بره داخل اون توربینش. آره جر میدی قبل بعدش چیه، تو عذاب میکشی تا برسیم با این خفه شدی دیگه، تو بکشتت پایین تو مسیر یه ویدیوی بود بچه‌ها دیده بودی اونو، یه لحظه اینجوری کرد یا رفقا همه جا شو خون را برق وارداتی تشکیل می‌دهد که با احداث این پروژه‌های حیاتی بند برق در کشور از میزان واردات برق افغانستان از کشورهای همسایه کاسته خواهد شد.
اگر پروژه بند برق بر دریای کنر از ایران هم فکر کنم میگیره برق، گذشته از تأمین برق فراوان در کشور، زمینه های کار برای مردم نیز فراهم خواهد شد. یعنی قرار است با تولید برق در کنر فابریکات و کارخانه های زیادی فعال شود و زمینه کار را برای مردم تأمین خواهد کرد و باعث بهبود وضعیت اقتصادی مردم خواهد شد. من دارم بازم میگم شرکتی که واقعا پیمانکاری داره کار میکنه آخه الان مثلا در حق کارگر خیانت میکنن، واقعا خیانت میکنن. مثلا یکی که میبینید قرارداد رسمی اونجا میشه یا میبینی 30 میلیون 25 میلیون پول میگیره، کسی که پیمانکار با همون اندازه‌ای که اون داره کار میکنه شاید از اونم بیشتر داره کار میکنه، ببینید 12 میلیون. آره اینا نیم کشور استاپ میکنه سر این، مجبور میشه مثلا یارو به خاطر همین بره یه کشورهای دیگه کار کنه. آره دیگه ببین دارن شغل درست میکنن تو افغانستان، دارن پیشرفت میکنن مشخصه، ولی امیدوارم که حق دخل و خرج بکنه. آره دخل و خرج، چون چندین واقعا اون میزانی که باید بدن نمیدن. خب و به خصوص مثلا الان بنزین ما فهمیدیم بچه ها، بنزین مثل که لیتری حدودا 50 خورده 60 هزار تومان لیتری تو افغانستان. خب این یعنی یه نفر نمیتونه ماشین ببره بیرون. الان تو فکر کن یه نفر روزی اصلا مثلا 70 افغانی گفت که 80 افغانی گفت بکنم، فکر کن یارو مثلا روزی 200 افغانی کار کنه 300 افغانی کار کنه، حالا میشه 4 لیتر بنزینش، یعنی یه دونه باک میزنه میره تا سر کارش. بعد یارون بنده خدا حق نداره بلند شه بیاد ایرانی بره جایی، اون نمیشه واقعا ده تا خط جواب نمیده اونجا. باز ایران خیلی حالا باز تاره. ایران مثلا 10 میلیون شما با پول یه روزت که میشه 300 هزار تومان، شما مثلا تا مثلا 100 لیتر میتونی بزنی. 600 هزار تومانه. الان ما کمترین رو میگم، میگم آقا 300 هزار تومانه تو 300 لیتر میتونی بزنی آزاد. 300 لیتر؟ نه 100 لیتر. 100 لیتر. یعنی دو تا باک میتونی پر بکنی. ولی اونجا با 300 لیتر با یه روز کار کرده تو 4 لیتر بیشتر نمیتونی. از آمریکاش هم سنگین تره اونجا. آره از آمریکاش هم سنگین تر شده. دمتون گرم بچه‌ها، سابسکرایب بکوبید. زنگوله سل بزنید، حمایت کنید. تا ویدیو بعدی بدرود. خدا نگهدار.